چه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم هنج و روز و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سلام روزتون بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمؤمنین علیه السلام باشه و ذکر الله معجل ولیک الفرج بر لبها و قلبتون جاری باشه عرض تعزیت دارم به مناسبت ایام فاطمی خدمت شما و خدمت ولی نعمتمون آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء برنامه توضیح مسائل تقدیم شما عزیزان میکنیم از کربلای معلا از استدیو بین الحرمین و تشکر میکنم از انتخاب شما و از حضور جناب حجت الاسلام رجبیان به عنوان کارشناس برنامه سلام علیکم جان خیلی خوش اومدید در خدمت هستم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که همکنون از جای جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون جناب استاد دوستان بیننده همراهان برنامه 2096477303304314 شماره ارتباط شما عزیزان هست همینطور که میدونید همراهان همیشگی برنامه این شماره رو میتونید شیر کنید و به دوستان دیگری انتقال بدید که سوالات شرعی دارن و سوالات شرعیشون رو میخوان بپرسن و سریع به جواب برسن انشاءالله از طریق اینستاگرام و فیسبوک شبکه امام حسین میتونید از الان بیننده بله از الان بیننده لایو برنامه باشید همچنین از طریق فیسبوک برنامه توضیح المسائل میتونید بیننده ما باشید در یوتیوب هم انشاءالله هشتگ توضیح المسائل بزنید و صفحه لایو ما برای شما باز میشه انشاءالله مورد دیگه هست که گفته باشم یا نگفته باشم امروز همین قرار اکتفا میکنیم انشاءالله جناب استاد بفرمایید اگر صحبت مقدماتی هست بله و اما سوالات دوستان بیننده بزرگواری مقلد آقای سیستانی هستند. پرسیدن که بازی‌هایی مثل بیلیارد که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله وجود نداشته و بعضی بر این عقیده اند که حرام است آیا واقعا حرام است؟ بسم الله الرحمن الرحیم بعضی از بازی‌ها اگر که در بین مردم یا مخصوصا در اون محل زندگی اونها جزو آلات قمار محسوب میشه بله حرامه البته ظاهرا مبنای از آیت الله سیستانی همینه که اگر آلت قمار محسوب میشه و با اون قمار بازی میکنن حرام میدونن ولیکن بعضی دیگه از مراجع همین قدری که در روایات به عنوان آلت منصوصه ذکر شده باشه اون بازی رو حرام میدونن بله یک سوالی تقریبا در همین موضوع هست که ملاک اطلاق آلات و قمار چی میباشه؟ یعنی این فلان بازی معروف و مشهوره و اصلا به همین عنوان
اکثرا مورد استفاده قرار میگیره که با شرط بندی و یعنی با شرط بندی و برد و باخت و اینها این جزء آلات قمار محسوب میشه. مثلا شطرنج در زمان اهل بیت عصمت و طهارت این گونه بوده که تا همین الان هم خب عده‌ای از فقها به عنوان آلت منصوصه هنوز حرام میدونندش. گاهی در وسایل نقلیه عمومی راننده ها نوارهای موسیقی پخش میکنند. وظیفه ما چیست؟ بنده مقلد آقای صافی هستم. اگر که امر به معروف و نهی از منکر اثر داره، خب انسان امر به معروف و نهی از منکر میکنه. اما اگه مثلا اثر نداره یا اثر عکسی خواهد داشت، در اینجا وظیفه نیست. یعنی توجه نکنید. یعنی خب نشستیم در ماشین، نوار مثلا مبتذلی با صدای یک خانم مثلا داره پخش میشه، اینجا خواهی نخواهی به گوش ما میخوره، اما توجه نکنیم، تمرکز حواسمون به اون صدا نباشه. در جایی که امر به معروف و نهی از منکر اثری نداره یا اثر عکس داره، اما اگر خب اثر داره، خب انسان امر به معروف و نهی از منکر میکنه با شرایطی که هست، با ملاطفت و ملایمت، با قول لین. با توجه به جواز تمام خواندن نماز در کربلا، آیا می توان بدون قصد اقامت 10 روزه در کربلا روزه نیز گرفت؟ ایشون مقلد آقای فیاض هستن. این مسئله ای که در اون 4 مکان که یکی از اونها کربلاست، مسجد کوفه که به فتوای حضرت آیت الله العظما شیرازی کل شهر کوفه و کل شهر کربلا شامل میشه، برای نمازه. یعنی این اختیار برای نمازه که نمازمون رو مختاریم که کامل بخونیم یا اینکه شکسته بخونیم، و شامل روزه نمیشه. یعنی اگه کسی مشرف بشه کربلا، خب مختاره که در تمام شهر کربلا نماز رو یا شکسته بخونه یا کامل بخونه. اما اگه میخواد روزه بگیره، باید قصد 10 روز کرده باشه. اگه نکرده باشه، روزه رو نمیتونه بگیره. بله. در غسل واجب برای رسیدن آب، آیا لازم است که توسط سوهان ناخونگیر زیر ناخونها را بلند کرده تا آب به آنها برسد؟ ایشون مقلد آقای روحانی هستند. نه، لازم نیست. یعنی این کار بیشتر به روحیه وسواس شبیه. خب، حکم جرمی که بعد از اتمام شدن نماز حضرت خانم، حکم جرمی که بعد از اتمام نماز در اعضای وضوع انسان میبینند بدون اینکه قبلا از بودن آن مطلع باشد چیست؟ اگر که احتمال میدیم که اون جرم بعد از وضوع دستمون رنگی شده، دستمون آغشته به چسب شده، مثلا موضع وضوع، حالا یک چیزی که جرم داره نشسته، اگه این احتمال هست که این بعد از وضوع بوده، من وقتی وضوع گرفتم بعدن، احتمالا شاید بعدن بوده، این احتمال هست، در اینجا وضوع صحیحه. اگر که انسان مطمئنه که قبل از وضوع بوده، ولیکن جرم طوری بوده که آب احتمالش هستا، این احتمال رو میدیم که بله این قبل از وضوع بوده. من مثلا دستم که رنگی شده، من قبل از وضوع با رنگ سر و کار داشتم، پس این مال قبل از وضوعه مثلا. اما حالا مثلا یه طوریه که این احتمال هست که آب به پوست رسیده، آب زیر اون رفته، بازم اینجا وضوع رو صحیح، یعنی بنا به صحت میگذاریم. اما اگه یقین داریم که این قبل از وضوع بوده این جرم، بله، و یقین داریم که آبم به پوست نرسیده، اینجا وضوع باطله، باید مانع رو برطرف کنن، مجدداً وضوع بگیرن و نماز بخونن. بله، متشکرم.
بیننده عزیزی پرسیدن که پدرم اینی که فوت کرده بود به او دست زدم و یادم نیست که بدن کاملا سرد بود یا نه و غسل نکردم، آیا بعد از 3 هفته غسل قبول است؟ بنده 15 سال و 1 ماه و 21 روز سن دارم، غسل بر من واجب است یا خیر؟ با این شرایطی که فرمودن غسل واجب نیست، هرچند به قصد رجا اگر غسلی هم انجام بشه ایرادی نداره، اما غسل بر ایشون واجب نیست. بله، در ایام استحاضه نزدیکی کردن به نیت بچه دار شدن ایرادی دارد، یعنی اگر در آن ایام مقاربت انجام بشه و منجر به فرزند بشه تأثیر منفی روی روح و روان و جسم بچه نخواهد داشت؟ خیر، ایرادی نداره و چون ایرادی نداره آثار منفی هم نداره. اگر یک مثلا یک عملی، یک کاری، یک چیزی که میخوایم بخوریم، بنوشیم یا انجام بدیم ضرر خیلی زیادی برای بدن ما داشته باشه، در دین مقدس اسلام حرام اعلام شده. اگر ضرر داره، منتها حالا ضررش اونقدرها زیاد و چشمگیر نیست، اینجا مکروه اعلام شده، این عمل ایرادی نداره. چون ایرادی نداره پس آثار منفی هم نخواهد داشت. بله، شعائر فاطمی چه چیزهایی هستند؟ شعائر جمع شعیره است، یعنی هر عملی، هر کاری که افکار و عقاید و رویه زندگی حضرت فاطمه زهرا، که حضرت فاطمه زهرا الگو هستند نه فقط برای خانم ها، خب بله، چون ایشون در قالب یک خانم وارد این دنیا شدند، در اون قالب الگوی کاملی هستند برای خانم ها، اما در قالب انسانیت، در قالب ولایت اهل بیت، مداری که داشتند، الگوی کاملی هستند برای جمیع بشریت، در قالب اون همه کمالات و بله صفات بارزی که داشتن، روحیات الهی که داشتن، حتی اهل بیت عصمت و طهارت می‌فرمایند که الگو هستند برای ما. وجود شریف حضرت فاطمه زهرا یک الگوی تمام و کمال برای کل بشریت هستند. هر آنچه از زندگی این بانوی با عظمت، نحوه سکوت ایشون، نحوه صحبت کردن ایشون، نحوه حجاب و عفاف برای خانم ها مثلا و جمیع اینها همه شعائر فاطمی حساب میشه. بزرگداشت و مراسم هایی که گرفته میشه و قلوب رو و افکار رو به سمت این بانوی با عظمت و به سمت رویه اون بانوی با عظمت گرایش داده میشه، اینها همه شعائر فاطمی محسوب میشن. بله، ممنونم. بیننده بزرگ یواری پرسیدن که حدود 2 سال است با همسرم همبستر نشده ایم، الان طلاق گرفتیم، برای ازدواج مجدد نیاز به نگه داشتن عده دارم؟ اگر که زوجی ازدواج میکنن و مطلقا مجامعت نداشتن، خب بعدن هم عده نیاز نیست. اما اگر مجامعت انجام شد، حتی اگه 10 سال هم هست که مجامعت دیگه انجام نشده اما مثلا یه بار انجام شد، بعد از طلاق حتما واجبه که عده نگه دارن. بله، حکم رفتن به نماز جمعه چیست؟ نماز جمعه از واجبات تخییری است که بنا به احتیاط مستحبی که حضرت آیت الله العظما شیرازی دارند، اگر کسی نماز جمعه شرکت کرد احتیاط مستحب دارند که نماز ظهرشون هم باید بخونند. بله، اپلاسیون که توسط پزشک انجام میپذیرد اشکال دارد؟ اگر ضرر زیادی نداشته باشه و مستلزم حرامی نباشد ایرادی نداره. خب،
خب این سوالم بپرسم و بریم میان برنامه که آیا اگر پارچه نجس را در آب رودخانه داخل کرده و خارج کنیم پاک میشود؟ بله دیگه. بله خیلی متشکرم، ممنونم. بفرمایید میان برنامه، بعد از میان برنامه در خدمت هستیم. وقتی که میگیری دستتو به دیوار میزنم زار، میزنم زار، سر زانوت زخمی میشه روزی چند بار، میزنم زار، میزنم. آخه را میری میبینی خونه رو تار، میزنم زار، میزنم زار. من دلم خیلی پره از در و مسمار، میزنم زار، میزنم زار. مادر چشم تو بارونی شده، مادر پیراهنت خونی شده، مادر اصل پریشونی شده، مادر برات بمیره زینبه، برات بمیره دور منبر همه. باز که داری دنبال شونه میگردی، غرق دردی، غرق دردی. خیلی وقت موهامو شونه نکردی، غرق دردی، غرق دردی. درد بازو داری و بیتاب و سردی، غرق دردی، غرق دردی. پیرن حسین تو آماده کردی، غرق دردی، غرق دردی. مادر قلبم پر از تاب و تب، مادر حرفات تو گوش زینب، مادر گفتی حسین تشنه لبه، مادر، مادر گفتی حسین بی کفنه، مادر سهمش فقط پیروهنه، مادر پیروهنش دست منه، مادر. ای وای سهمش اگه پیروهنه، ای وای پس چرا عریان بدنه، ای وای شهید دور از وطن، روحی 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 لک الفدا حسین، روحی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائك، و السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. خب
این کار قشنگی که دوستان ما میکنن در اتاق فرمان در این ایام در برنامه توضیح المسائل، به خاطر اینکه این ایام مناسبتش منسوب هست به بی بی دو عالم و لطف میکنن به عنوان میان برنامه برای ما تقطیعاتی از مراسمات عزاداری رو میذارند. خیلی برای من که جالبه و خیلی خوبه و امیدوارم که شما هم لذت ببرید و بتونید استفاده کنید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. عرضم به خدمت شما دوستان عزیزی که در لایو اینستاگرام یا لایو یوتیوب برای ما سوال میفرستن، زحمت بکشن سوالشون رو به شماره‌ای که دائما زیر نویس میشه هم بفرستن که 2096473003314 هست. از طریق تلگرام و واتساپ میتونید بفرستید انشالله. اگر گاهن بنده نبینم یا سوالی باشه که نیاز به وقت زیادی باشه برای جواب دادن، زمان زیادی میخواد برای شرح این جواب، تا در لیست سوالات بیاد انشالله بتونیم بپرسیم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید. البته این اولویت رو ما قرار دادیم برای دوستان اینستاگرام که هر وقت سوالشون میاد بالا بپرسیم، ولی خب گاهن بنده متوجه نمیشم. الان داشتم همینطور بررسی میکنم، یک سوال رو دیدم که جناب استاد فرمودن که این سوال یک توضیح کاملی داره و اجازه بدید که سوال رو بفرستن برای ما در تلگرام یا واتساپ، بعد جوابش رو بدیم انشاءالله. خب، اگر دهان خون بیاید و بر اثر مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، آیا باید دهان را آب کشید؟ در این چنین شرایطی نیاز نیست دهان را آب کشید، ولیکن احتیاط اینه که اون آب رو قورت نده. خب در مورد اون سوالی که قبل از میان برنامه پرسیدم، حالا یکم کلی تر من بپرسم، شاید این بیننده الان خودشون هم پای برنامه باشن، که اگر پارچه نجس رو در آب رودخانه داخل کرده و خارج کنیم پاک می شود، فرمودید بله، نیت نیاز داره این کار یا نه؟ نه، برای طهارت نیت نیاز نیست. همین که ما مثلا یک پارچه نجس داریم در آب رودخانه می کنیم و خب حالا عین نجاست هم نیست، حالا اگه هست داخل رودخانه کردیم میره، این همین که بیرون اومد این دیگه طاهر شده. یعنی لازم نیست از قبل ما نیت داشته باشیم که اینو میخوایم طاهر کنیم، اگه یادمون رفت نیت کنیم طاهر نمیشه. همین که به داخل رودخانه کردیم و بیرون آوردیم دیگه طاهره. خیلی متشکرم. خب در رکعت دوم نماز باشیم و امام جماعت رکعت سوم باشد و در حال خواندن حمد و امام به رکوع رود و به رکوع امام نرسیم، حکم نمازمون چیست؟ اگر که به سجده امام برسند، بله، ایرادی نداره. بس. اگر امام جماعت یک سجده را فراموش کند، وظیفه ما چیست؟ مأمون وظیفه، یعنی سجده خودش رو انجام بده، نمازش درسته. بله. سلام، وقت شما بخیر. کسی که اولین بار بخواهد خمس مالش را بپردازد و سر سال خمسی تعیین کند، باید چگونه باشد این کار؟ اگر کسی که اولین بار، منظور اینه که تازه مثلا به سن بلوغ رسیده، خب یا همون روزی که مثلا بالغ شده یا اون روزی که به درآمد رسیده رو انتخاب میکنه برای سال خمسیشون و هر سال همون روز رو حساب کتاب میکنه، اگر خمسی شامل حالشون شده بود پرداخت میکنه، اگر نشدم که حساب کرده. این اگه سوال برای شخصی که تازه، برای اولین بار. اما اگر شخصی که مثلا حالا 40-50 سالشه تا الان هم خمس نداده، الان میخواد خمسش رو بده، این اول تأخیری که در خمس کرده معصیته، بعد استغفار کنه، بعد تمام اموال و دارایی‌هاش رو باید بیاره جمع کنه و خمسش رو یک جا بده و با مرجع یا وکیل مرجع بشینه یه حساب تخریبی برای اون چه که تو این مدت حالا یه سال، دو سال، سه سال، ده سال هر چه بوده، بله، با هم مصالحه کنن سر اون مقدار. بله، متشکرم. فروش خون به کافر چه حکمی دارد؟
فروش خون به کافر اگر کافر حربی باشه جایز نیست، اما به کافر غیر حربی ایرادی نداره. بله. حکم کاشت ناخن برای روزه‌دار چیست؟ کاشت ناخن مزاحمتی برای روزه نداره، اما کاشت ناخن مانع از رسیدن آب به موضع وضو و غسل، و برای وضو و غسل باید ناخن رو از بین ببرن، بردارن اون مواد. بله. آیا خوندن یک جزء کامل از قرآن مدتی که خانم ها عادت ماهیانه و عضو شهری هستن جایز است؟ خوندن قرآن برای خانمی که عادت مکروهه، مگر اون آیاتی که سجده واجبه، یعنی کل قرآن هم اگه بخونن ایرادی نداره، فقط مکروهه. مکروه هم به این معنا که ثواب کمتری دارد، حالا یک جز یا یک حزب یا دویش فرقی نمی کنه. تمام قرآن رو میشه بخونن ایرادی نداره، مگر آیات سجده واجب. خب، در رکعت دوم نماز اشتباهاً تسبیحات اربعه را خواندم و بعد به رکوع رفتم، متوجه شدم حکمش چیست؟ نماز رو ادامه میدن و بعد از نماز باید سجده سهو انجام بدن. در مورد نحوه قضا یا ادا خواندن نماز آیات هنگامی که ماه گرفتگی است لطفاً توضیح بفرمایید. در ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی اگر به اندازه یک رکعت یا بیشتر این ماه گرفتگی طول میکشه، باید نماز آیات رو به نیت ادا خوند. بله. و اگه نخوندن تو این مدت، حالا یا اندازه یک رکعت یا حالا مثلا هر چقدر که طول میکشه، یه دقیقه، دو دقیقه، 20 دقیقه، حالا هر چقدر طول میکشه، تو این مدت اگه نخوندن و تمام شد، معصیت کرده شخص که نخونده، باید ادا در این مدت میخوند و باید قضاش رو حتما به جا بیارن. بله. بیننده بزرگ عبر مقلد آقای صافی هستن، پرسیدن که آیا میتوانم با دختر نامحرمی صیغه خواهر و برادری بخوانم و مثل خواهر و برادر با او رفتار کنم؟ صیغه خواهر و برادری در دین مقدس اسلام نداریم، اما صیغه محرمیت داریم. اگر ما بقیه شرایط فراهم باشه میتونن صیغه محرمیت رو بخونن. خب، اینم به عنوان آخرین سوال بپرسم. اگر کسی عملی را مرتکب شود که مرجع تقلید من آن را حرام می‌داند ولی به نظر مرجع تقلید خودش جایز است، آیا باید او را از آن عمل نهی کنم؟ ایشون مقلد آقای صافی هستند. به خاطر اینکه از نظر مرجع تقلید او این کار جایز، حرام نیست، در واقع ایشون مرتکب منکری نیستند. بله. و هیچ، یعنی لازم نیست، معنا نداره که بخوایم نهی از منکرش کنیم. بله. یک دقیقه زمان داریم. خب، این سوال هم میپرسم به عنوان آخرین سوال که بیننده مقلد آقای روحانی حسن، معلمی در هفته 6 روز برای آموزگاری در سفر است و 1 روز به وطن برمیگردد، تکلیف نماز و روزه او چیست؟ اگر این حالت دائمی باشه، خب دیگه اون مکانی هم که 6 روز در هفته میرن وطن حساب میشه و میتونن نماز کامل و روزم بگیرن اونجا. بله، خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد. خیلی ممنونم از شما عزیزان، دوستانی که در طول برنامه تماس گرفتن از طریق واتساپ. شرمندم که رد میکنیم، پیام بفرستید یا پیام صوتی بذارید. خدا نگهدارتون. حسن سلامت باشید. آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن.